تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که برای سگتون تشویقی ایرانی بگیرین یا تشویقی خارجی بگیرین. میخوام براتون این قضیه رو مشخص کنم. پس تا آخر این ویدیو حتما با من همراه باشید. سلام، من امیرعلی میرزایی ام، مربی رفتارشناس و روانشناس سگ‌ها. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت شما هم در کنار این همه تشویقی هوف که میخوام به شما بگم تو این ویدیو آقا تشویقی ایرانی خوبه یا تشویقی خارجی خوبه. برخلاف غذای خشک که من اتفاقا اعتقاد دارم غذا خشک خارجی خیلی بهتر از غذا خشک ایرانی هست و بهتر شما با سگتون غذا خشک خارجی برین، اتفاقا میخوام بگم که تشویقی رو بهتر ایرانی انتخاب کنین. چرا بهتر ایرانی انتخاب کنین؟ به چندین دلیل. اول از همه اینکه تشویقی ایرانی مواد نگهدارنده کمتری دارن، چون تاریخ مصرف کمتری دارن دیگه، یعنی اینکه خب زودتر به دست مشتری میرسه، تو خود ایران پخش میشه و زودتر هم خب به دست مصرف کننده میرسه، پس در نتیجه تاریخ مصرف خیلی زیادی احتیاج نداره، پس مواد نگهدارنده کمتری داره، به اصطلاح ارگانیک تره. در حالی که تشویقیای خارجی مواد نگهدارنده بیشتر دارن، مثلا این تشویقیایی که این بالا تریکسی و اینا وجود داره، اونا مثلا تشویقیایی ان که بعد مثلا بره به کشورهای دیگه صادر شه، حتی مثلا تا 1 سال 2 سال اصلا اینا تاریخ مصرف دارن، ولی تشویقی ایرانی 2 ماه 3 ماه 5 ماه 6 ماه تاریخ مصرف داره، پس مواد نگهدارنده کمتری داره، تریگلیسرید کمتری داره. این تشویقیایی که خیلی نرم میشن، مثلا جرهایی که خیلی تشویقی معروفیه، خیلی نرم، اینجوری راحت خم میشه به خاطر وجود تریگلیسرید خیلی بالا، که این میتونه در دراز مدت تو مقدار زیاد به سیستم گوارش سگ شما کلی ضرر برسونه، در حالی که تشویقیای ایرانی میتونه کلی خاصیت داشته باشه. بیشتر تشویقیای ایرانی اگه نگاه کنید خیلی چیزای مشخصیه. حالا تشویقیای مثلا تشویقی هوب که الان میخوام بهتون معرفی کنم که خودم برای بچهای خودم استفاده میکنم، بر پایه مواد مختلف، مثلا تشویقی داره بر پایه گوشت، مثلا تشویقی داره بر پایه گوشت یا مثلا تشویقی داره بر پایه مرغ، یا تشویقی داره بر پایه بله اصیق میکنم بر پایه مواد دریایی، غذای دریایی و سی فود. تشویقی کیلکا داره، تشویقی میگو داره، بر پایه گوشت مثلا تشویقی سیرابی داره، تشویقی جیگر گوشت داره مثلا، یا مثلا جیگر گوسفند داره به اصطلاح، یا مثلا در جرکی مرغ داره، ناگت مرغ داره، بوقلمون داره، بر پایه مرغ. همش چیزای مشخصه، یعنی یک سری اعضا و جوارح مشخصه حیواناته که خوش شده و ارگانیکه، مواد نگهدارنده کمتری داره و سالم‌تره. سگ شما هم میتونه خوشمزه‌تر باشه براش، هم میتونه بیشتر استفاده کنه، مقدار بیشتری و سالم‌تر باشه. هم کلی تشویقیای اینجوری داریم که اینا سرگرم میکنن سگ شما رو، مثلا مثل پاچه، یا مثلا مثل همین سیرابی، یا مثلا حالا برای سگای بزرگ مثلا قلم، یا مثلا پایرام شترمرغ، اینا که تو تشویقیای ایرانی خیلی زیاد هست و پیدا میشه، به شدت سگ شما رو سرگرم میکنه. برای مواقعی که تنهاش میخوایم بزنیم، برای مواقعی که قرار مدت طولانی بدون شما باشه، حوصله‌اش سر بره، خب خیلی بهش کمک میکنه. یا اینکه مثلا میخواین سر صداشو کم کنید، تخلیه انرژیش کنید، و اینکه همینطور دنتال باشه، برای دندوناش خوب باشه. خب هر کدومشون خاصیتای خاص خودشون دارن. خب مشخصه دیگه، مثلا ما وقتی داریم تشویقی مثلا چیپس ماهی سالمون، مثلا به جای ماهی سالمون توش مثلا گاو نمیریزن، که مشخصه دیگه ماهی سالمونه. خب یا مثلا پای مرغ، پای مرغ دیگه، پای اسب که نمیتونه بجاش بده به شما، مشخصه، خاصیتاش هم مشخصه. ولی خب تشویقیای خارجی که ما میگیریم همش اسانسای مختلف داره، فلیورهای مختلف داره، نمیگم بده، اونام خیلی چیزای خوب و عالی توشون زیاده، حتما از اونام برای بچه‌هاتون بگیرین، ولی در کنارش نظرم بیشتر تشویقی ایرانی مصرف کنید. این توصیه منه و تشویقی خیلی خوبی هم که من برای بچه های خودم استفاده میکنم، پوپ پیجش هم براتون میذارم، از طرف منم میتونید تخفیف بگیرید، کلی هم محصولات باحال دارن، تنوعش هم خیلی زیاده. خیلی مخلصم که ما رو تماشا میکنید. اگه از ما خوشتون اومد این لایک رو بزنید که انرژی رو سرازیر کنیم به سمت ما. خیلی مخلصم.